آقای مهدی سلام بر شما خوش آمدین در اول اگر بگوین که آیا پیمانی داد تجارتی از رای آهن با چین به همی پیمانه باقی خواهد ماند یا در آینده در نظر است که ظرفیت انتقالاتی از ای را بلندتر برود؟ و علیکم سلام نه البته وزارت فاید آمه و خصوص دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت دوست چین تلاش های زیادتر ما داریم که بتوانیم هماهنگی بیشتر و خوبتر را در بین دو کشور داشته باشیم چون افغانستان و چین یک از همسایه های بسیار خوب و نیک هم دیگر هستند و بعد از سالها ما توانستیم که توسط حکومت وحدت ملی و رهبری وزارت فایده مک قطار مستقیم بین چین و افغانستان از طریق کشور قزاقستان و ازبکستان را داشته باشیم و در آینده ما تلاش بیشتر را داریم که های خوبتر و های بیشتر را از طریق سیستم و مواصلاتی برای هموطنان عزیز ما در سطح کشور ایجاد بکنیم بسیار خوب آیا پلان عمومی برای گسترش شبکه های خطوط آهن در داخل افغانستان هم وجود داره یا خیر و اگر داره کارش در کدام مرحله رسیده؟ پلان هایی که راست عمومی خط آهن افغانستان و وزارت فایدامه روی دست دارند که ماستر پلان را که رهبری وزارت فایدامه ساخته است که تا سال 2030 را ما نیاز به 5555 کیلومتر خطوط آهن در سطح کشور داریم که طبق پلان هر پروژه خود را ما افتتاح با به بهره برداری خام سپردیم که امروز یک خبر خوش برای هموطنان عزیز ما هستند که قطعه سوم خط آهن خواف الاهرات به طول 62 کیلومتر که کارهایشان در سالهای قبل شروع شده بودند یعنی 65 پیشرفت کاری داشتند که 65 شامل بدنه خاکی پول ها دیوارهای ها و تعمیر استادگاه جنوب بودند و 35 صد متباقی مشکلاتی که داشتن دولت دوست ایران باقی مانده بودند که بعد از مذاکرات بین دولت افغانستان و ایران ما توانستیم که امروز رسما کار باقی مانده خط آهن قطعه سیوم فرات را آغاز بکنیم که ان شاء ما بله همین هم را که شما یاد کردین بله پروژه را که شما یاد کردین هزینه کی که تامین میکنه آیا خود حکومت افغانستان این خطوط رای آهن ساخته یا خیر نه قطعی قطعه سوم خط آهن خواف الله توسط همکاری بلای وز کشور دوست ایران ساخته شده است که تمام وجوه مالیشان مربوط به کشور دوست ایران هستند صرف دولت افغانستان در قسمت تأمین امنیت با دولت دوست ایران همکاری می به صورت عموم در تأمین امنیت همچو خطوط آهن که در حال ساخت هستند و یا در آینده ساخته خواهند شد آیا شما این اطمینان را دارین که از گزند شورشیان و یا از گزند نامنی ها در امان باشه؟ خب وزارت فایده ما در قسمت ساخت و حفظ و مراقبت سرگها ها هوایی و خطوط آهن که رول عمده و اساسی خود را دارند و در قسمت تامین امنیت ارگان های امنیتی کشور با ما همکار هستند که انشاءالله ما مطمئن هستیم در قسمت تامین امنیت قطعه سوم خواف الله رات و همچنان قطعات دیگری خطوط آهن ما که از ترکمنستان الا آقینه و از آقینه الا انتخای انشاءالله ما هیچ نو مشکلات نخواهم داشتیم نظر به وقت و زمانشان کارایشان را انجام و به بهره برداری بله. آقای روحانی یک سوال تکنیکی چند پیش ما مصاحبی داشتم با یکی از انجینیران گفتند که مشکل اساسی در احداث خطوط آهن در افغانستان یکی است که سایز خط آهن در جهان به دو و به میار است و این دو معیار در افغانستان که نقطه وصل در منطقه شمرده میشه یک مشکل را به وجود آورده در این مورد شما چه معلومات داده میتونین این مشکل تا چه حد رفع شده خب این مشکلات ها را ما داشتیم تا شما دقیقا اشاره کردین مشکلات ها را ما داشتیم و فعلا مشکلات ها انشالله رفت شده ما هیچ نوع مشکل در قسمت ساخت و استاندارد خط آهن خود نداریم و طبق ما ساخته که فعلا ما در کشور داریم 75 کیلومتر که وصل میشه از طریق ازبکستان و قزاقستان و به چین و همچنان در پلان های آینده ای ما که این گستریش می به می سیستم خود ادامه خواهم داشتن و هیچ نوع مشکلات را انشالله در قسمت تطبیقی پروژه های ما از این نو دوچار نخواهم بودیم در گذشته مشکلات خود را ما داشتیم تشکر از شما آقای روحانی موفق باشید